هفته قبل مجلس مباحث خودش را روی لایحه بودجه به پایان رسوند و این لایحه رو برای تایید شورای نگهبان فرستاد. حالا دیشب یکی از همون نماینده ها اومده و یه توییت گذاشته و نوشته که این همه بحث و فحثی که توی مجلس بر سر لایحه بودجه شد فقط و فقط مربوط به یک سوم بودجه مملکت بوده و اساسا 70 درصد بودجه خارج از کنترل و حتی اطلاع مجلس است توییتش رو ببینید تا من توضیح بدم که چی نوشته محمد رضا بادمچی عضو مجلس ارتجا نوشته که بررسی لایحه بودجه 97 سوم اسفند تمام شد و به شورای نگهبان ارسال شد افکار عمومی باید بدانند تنها یک سوم بودجه کل کشور در مجلس بررسی می شود که صرفا به منابع و مصارف عمومی دولت خلاصه می شود بله این توییتش بود خب قبل از اینکه سر بحث و با قضیه بودجه و 70 درصد مسروقه یا مفقودش دنبال بکنیم توجه به این نکته جالبه که واس توی این مملکت طوریه که نماینده مجلس خودش هم جرئت نمیکنه حرفش رو بزنه و بعد از شروع تعطیلات یواشکی توییت میکنه و به قول قدیمی ها راپورت میده که 70 درصد بودجه اساسا دست فرزن خامنه ای یا نهادهای وابسته به اونه و ما اصلا ازش خبر نداریم که بخوایم در موردش صحبت بکنیم این نماینده رژیم هیچ توضیح نداده که قسمت اعظم بودجه رو کدوم نهاد یا نهادهایی دربارش تصمیم گیری میکنن و بالاخره صاحبش این وسط کیه اما گفته ما فقط به منابع و مصارف عمومی دولت رسیدگی کردیم یعنی به منابع و مصارف نهادها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها و هولدینگ مثل اونچه که مدیریتش در دست خامنه ای و یا سپاه پاسداران و یا آستان قدس و اینا هستش کاری نداره خوب همینجا یادآوری کنم که روحانی خودش هم تو نشستی که در دی ماه با رؤسای کمیسیونای مجلس داشت گفت که او و دولتش تنها به 160 هزار میلیارد تومن از بودجه دست باز دارن و از 200 هزار میلیارد تومن دیگهش و اینکه کجاست و اختیارش دست کیه بیخبر هستن امیدوارم بینندگان عزیز این گمشده دویست هزار میلیارد تومنی ناقابل رو اگر جای دیدن اطلاع بدن و از ملتی رفع نگرانی کنن